سلام، خیلی خوشحالم که یه هفته دیگه با برنامه رنگ زندگی مهمون خونه های شما هستیم. برنامه این هفتمون رو اختصاص دادیم به خانم های خانه‌دار و نکات خانه‌داری. پس با ما همراه باشید. شاید تا حالا براتون پیش اومده باشه که لیوان‌ها و فنجون‌هاتون بدمنظره و کدر شده باشه. امروز بهتون میگیم اگر لیوان‌ها و فنجون‌هاتون رو درون محلول سرکه و نمک بذارید و بعد اونها رو بشورید مثل روز اول میشه. یه مشکلی که همه ما با اون درگیر هستیم پژمرده شدن میوه و سبزیجات و کپک زدن اونها در جامیوه‌ایه. علت اون رطوبت دائمی یخچال و آبیه که به مرور زمان درون جامیوه‌ای جمع میشه. اگه یه اسفنج طبیعی یا مصنوعی رو درون جامیوه‌ای قرار بدین، این رطوبت رو به خودش جذب میکنه و اون آب هم به اون اسفنج جمع میشه. در نتیجه میوه و سبزیجات شما برای مدت طولانی تازه میمونه. با ما همراه باشید، برمیگردیم. امروز یه خبر خوب داریم برای خانم‌های خانه‌داری که بعد از آشپزی میلی به خوردن غذا ندارن و دلیلش رو این میدونن که بوی غذا رو استشمام کردن. جالبه بدونید با بو کردن قهوه میتونید اشتهای از دست رفتتون رو برگردونید. علتش هم اینه که مولکول‌های قهوه با جنبش خاصشون باعث میشن مولکول‌های غذا رو از گیرنده بویایی شما جدا کنن و اشتهای از دست رفتتون رو برگردونن. و جالب بدونید قهوه به خاطر داشتن خاصیت نشاط بخشی میتونه به ما انرژی بده. پس ما به خانمهای خانه‌دار پیشنهاد میکنیم صبحشون رو با یک فنجان قهوه شروع کنن تا حالت خواب‌آلودگیشون از بین بره و بتونن یک روز پر انرژی رو شروع کنن. یک سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. حتما تا حالا براتون پیش اومده که جوهر خودکار لباس یا وسایل خونتون رو خراب کرده باشه. امروز ما به شما چند تا پیشنهاد میکنیم که این لکه ها رو بتونید از بین ببرید. اگر جوهر خودکار کیف یا کاپشن چرمتون رو خراب کرد، میتونید اون رو با تافت یا الکل از بین ببرید، ولی یادتون نره که لکه نباید خشک بشه. مسئله که برای آقایون خیلی پیش میاد اینه که جوهر خودکار پس میده به لباسشون یا کتشون و این باعث میشه که اونها رو عصبی کنه. ولی نگران نباشید، میتونید اون لکه جوهر رو درون دوغ یا شیر قرار بدید و بعد از 5 دقیقه اون رو بشورید. اگه دیدید هنوز لکه پابرجاست، دوباره این کار رو انجام بدید و مطمئن باشید که لکه از بین میره. و برای خانوم ها، اگه فرش خونتون دچار لکه جوهر خودکار شد، نگران نباشید، سری دست به کار شید. یک قاشق و مقداری ماست بردارید، بریزید روی لکه جوهر و با قاشق اون رو جمع کنید. چند بار این کار رو انجام بدید. ماست باعث میشه که جوهر رو به خودش جذب کنه. پس هر زمان که دیدید جوهری به وسایل خونتون یا لباستون پس داده، دست به کار بشید و بیکار نشینید و این لکه ها رو پاک کنید. با ما همراه باشید، برمیگردیم. تا حالا فکر کردید بخار پس کردن سبزیجات بهتره یا آب پس کردن اونها؟ خیلی ها این کار رو انجام میدن ولی نمیدونن که بخار پس کردن مفیده یا نه. و از طرف دیگه خیلی ها نمیتونن سبزیجات رو خام استفاده کنن و مجبورن اون رو بخار پس کنن. امروز ما به شما میگیم به چند دلیل بخار پس کردن بهتر از آب پس کردنه. وقتی شما سبزیجات رو بخار پس میکنید، ویتامین های اون، مواد معدنی، فیبر و ویتامین A از بین نمیره. معمولا تنها ویتامین C
هست که در اثر حرارت دیدن از بین میره. و باید بهتون بگیم وقتی که سبزیجات رو بخار پز میکنید، اون رو تو قطعات بزرگتر بخار پز کنید، چون هرچی قطعات کوچیکتر باشه باعث میشه که در معرض هوا قرار بگیره و ویتامین های اون از بین بره. نکته که باید به اون توجه کنید ظرفیه که برای بخار پز کردن انتخاب میکنید. اون ظرف باید به اندازه کافی و حجم کافی برای سبزیجات داشته باشه و همچنین اون ظرف باید دردار باشه، چون بخار میتونه هوا رو بیرون بده و از اکسیده شدن جلوگیری بکنه. ولی وقتی شما میایید سبزیجات رو آب پز میکنید، اون مواد معدنی و فیبر از بافت سبزیجات جدا میشه و به درون آب سبزیجاتتون میره و معمولا ما فقط میایم سبزیجات رو میخوریم و آب اون رو دور میریزیم. اگه میخواید سبزیجات رو آب پز کنید، پس حتما باید آب اون رو استفاده کنید. میریم یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. سماور و کتری جز وسایل پرکاربرد خونه های ماست، پس در تمیز نگه داشتنشون باید همت کنیم. برای از بین بردن جرم آهکی داخل سماور و کتری میتونید از محلول سرکه و آب استفاده کنید. اون رو به نسبت مساوی با هم دیگه مخلوط کنید، درون سماور و کتریتون بریزید، بذارید نیم ساعت بجوشه. بعد از نیم ساعت میبینید که این آهک های درون سماور کتری از دیواره جدا میشن. برای کتری برقیتون هم میتونید از محلول آب و سرکه استفاده کنید. یک بار که جوشید اون رو خالی کنید و بعد با یک اسفنج نرم داخل کتری برقیتون رو بشورید. شاید شستن ظرف های پیرکس برای خانم ها خیلی مشکل باشه، مخصوصا بعد از درست کردن لازانیا که چربی ها به دیواره ظرف چسبیدن. اگه یه محلولی از جوش شیرین و مایه ظرفشویی درست کنید، درون ظرفتون بریزید، بعد اون رو با آب داغ پر کنید، ربع ساعت صبر کنید، میبینید که به راحتی میتونید ظرفتون رو بشورید. پس با ما همراه باشید، برمیگردیم. برنامه این هفتمون هم به پایان رسید. از همینجا بوسه میزنم به دست تمامی مادران هر جای دنیا که هستن و خسته نباشید میگم به خانمهای خانه‌دار. و مثل هر هفته ازتون میخوام ما رو با انتقادات و پیشنهادات سازندتون برای صفحه فیسبوک و وبسایت شبکه دریملند همراهی کنید. امیدوارم تعطیلات عید بهتون خوش گذشته باشه و پرخوری نکرده باشید. عیدی سرشار از انرژی داشته باشید. تا هفته دیگه و برنامه دیگه، بدرود.